با سلام به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید در این برنامه به اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در خصوص برنامه اتمی جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت نگاهی داریم به تحولات کوبانی از اظهارات ضد و نقیض مقامات جمهوری اسلامی درباره احتمال قریب الوقوع دستگیری عامل یا عاملان اسیدپاشی اصفهان خواهیم گفت و مروری داریم به اختلاف بریتانیا با آلمان در خصوص آزادی رفت آمد کارگران اتحادیه اروپا در درون این اتحادیه با ما همراه باشید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد عدم توافق با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش بهتر از یک توافق بد است جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفت به تمدید این مذاکرات فکر نمی کند دستیابی به توافق پس از ضرب الاجل سوم آذر بسیار دشوار خواهد بود جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک تا سوم آذر ماه فرصت دارند تا به توافقی نهایی دست یابند با نزدیک شدن به مهلت دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی وزیر امور خارجه ای آمریکا تاکید کرد که به تمدید این مذاکرات فکر نمی کند و دستیابی به توافق پس از ضرب سوم آذر ماه بسیار دشوار خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جانکری که برای دیدار با لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه به پاریس سفر کرده است، در یک کنفرانس خبری اظهار داشت به تمدید مذاکرات فکر نمی کنیم ما در حال تلاش برای پایان مسئله هسته ای ایران هستیم و با این دید حرکت می کنیم. وی اظهار داشت که اگر قرار باشد مذاکرات پس از روز 24 نوامبر مطابق با سوم آذر ماه ادامه پیدا کند دستیابی به توافق میان تهران و گروه پنج به علاوه یک بسیار دشوار خواهد بود. وزیر امور خارجه آمریکا افزود اگر در این مهلت توافقی حاصل نشود مسئله بسیار پیچیده تر خواهد شد. آقای کری همچنین خاطر نشان ساخت که ایران حق دارد انرژی هسته تولید کند اما حق تولید و دستیابی به سلاح هسته را ندارد. به گفته او جمهوری اسلامی به سادگی میتواند ثابت کند که برنامه های هستهایش ایش است. قرار است که جانکری روزهای 18 و 19 آبان در مسقط پایتخت عمان با نمایندگان جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا مذاکره کند تا در آستانه گفتگوهای میان تهران و گروه پنج به علاوه یک اختلافات میان طرفین کم شود در همین حال رئیس جمهوری آمریکا هم بار دیگر تاکید کرد که عدم توافق با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ایش بهتر از یک توافق بد است و مذاکرات سه تا چهار هفته آینده کلیدی خواهد بود به گزارش خبرگزاری های رویترز و فرانسه باراک اوباما که در یک نشست خبری در کاخ سفید سخن می گفت با اشاره به مذاکرات اتمی قدرت های جهانی با جمهوری اسلامی گفت که هنوز مشخص نیست غرب بتواند با جمهوری اسلامی به توافق دست یابد اما آمریکا طرحی را به ایران پیشنهاد داده که بتواند نیاز خود به انرژی اتمی را برطرف کند به گفته او در سه چهار هفته آینده مشخص خواهد شد که آیا به دنبال توافق است یا نه و هرچه به سمت زربل عجل می رویم مذاکرات کلیدی خواهد بود. آقای اوباما تاکید کرد که تهران به خاطر تحریم ها برای نخستین بار به صورت جدی و سازنده در حال مذاکره است. رئیس جمهوری آمریکا افزود عدم اعتماد میان جمهوری اسلامی و آمریکا مدت هاست بر روابط دو کشور سایه انداخته است. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که قرار است به زودی نتیجه تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هستی ایران منتشر شود. این خبرگزاری به نقل از برخی دیپلمات‌های های غربی نوشته است. گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان می دهد که پیشرفت چندانی در تحقیقات پیرامون فعالیت های ای مشکوک جمهوری اسلامی صورت نگرفته است و این امر می تواند در مذاکرات ای مانع ایجاد کند. رویترز می نویسد که گزارش فصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه یا جمعه همین هفته منتشر خواهد شد و در آن به احتمال زیاد بر عدم همکاری جمهوری اسلامی در فراهم کردن اطلاعاتی که دو ماه پیش قرار بود ارائه کند تاکید شده است در حالی که اعضای گروه پنج به علاوه یک خواهان کاهش چشمگیر ظرفیت قنیسازی اورانیوم توسط تهران هستند آژانس خواستار شفافسازی پیرامون ابهام های برنامه هسته ایران است جمهوری اسلامی همواره ادعای کشورهای غربی مبنی بر تلاش برای ساخت سلاح اتمی را تکذیب کرده و آنها را بی اساس می داند. با این حال کشورهای غربی تأکید می کنند که جمهوری اسلامی برای پایان دادن به نگرانی ها درباره برنامه هستهیش و نیز کاهش تحریم های اقتصادی خود باید با آژانس همکاری بیشتری داشته باشد. پس از انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری، جمهوری اسلامی وعده داده که با آژانس بین انرژی اتمی همکاری خواهد کرد. اما با این حال تا کنون نتوانسته است به وعدهش درباره ارائه اطلاعات مورد نیاز این آژانس در دو مورد مشخص و در مهلت تعیین شده یعنی تا 20 اوت 2014 عمل کند. خبرگزاری رویترز در ادامه می نویسد علا اینکه از مدت ها پیش آشکار بود تحقیقات آژانس برای روشن کردن فعالیت های اتمی ایران تا قبل از آغاز مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نخواهد رسید با این حال مقامات کشورهای مذاکره کننده منتظر نشانه های امیدوار کننده ای بودند. یوکیو و آمانو مدیر کل آژانس هفته گذشته در واشنگتن گفت در حال حاضر به اقدامات مشخص و قاطع ایران برای حل موضوعات حل نشده احتیاج داریم. او همچنین افزود که پیشرفت های ماهای جاری محدود بوده است. با این حال آقای آمانو تاکید کرد که برای تحرک عمده در این زمینه باید منتظر نتیجه مذاکرات ایران و قدرت های جهانی بود او گفت حالا زمان مناسبی برای پیشرفت های سریع نیست کارشناسان غربی میگویند جمهوری اسلامی در صورتی که اراده کند در حال حاضر توانایی ساختن بمب اتمی طی چند ماه را دارد ایالات متحده آمریکا میگوید میخواهد این زمان را به یک سال افزایش دهد هفته گذشته دست کم 11 کودک بر اثر پرتاب خمپاره به یک مدرسه در شهرک قابون در سوریه کشته شدند. قابون در کنترل نیروهای مخالف دولت سوریه است. همزمان کردها در کوبانی در عقب راندن تروریست های داعش به پیروزی هایی دست یافتند. به گزارش رویترز، دست کم 37 کودک بر اثر اصابت سه گلوله خمپاره به مدرسه حیا در ناحیه قابون واقع در شمال شرقی دمشق کشته شدند این منطقه تحت کنترل مخالفان دولت سوریه قرار دارد این خبر را امار حسن یکی از کنشگران محلی و رامی عبدالرحمن از فعالان حقوق بشر و مخالفان دولت سوریه در بریتانیا تایید کردند هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است مخالفان بشار اسد و فعالان حقوق بشر اما دولت این کشور را در این زمینه متهم کردند. نیروهای دولت و مخالفان آنان در ناحیه قابون در ده حوالی دمشق با هم توافق آتش پس کرده بودند اما بر اساس این گزارش تاکنون چندین بار این توافق زیر پا گذاشته شده است هزاران شهروند سوری که از شهرهای دیگر گریختند در این شهرک سکنا گزیدند در جنگ داخلی سوریه که از بهار سال 2011 میلادی آغاز شده تا کنون حدود 200 هزار نفر کشته شدند. در رویداد دیگر هم ورود مرگاهی کرد به شهر کوبانی در شمال سوریه تأثیر خود را نشان می دهد. کردها توانستند تروریست های دولت خلافت اسلامی را از بخشای وسیعی از این شهر بیرون برانند. خبرگزاریا به نقل از ادریس نسان سخنگوی کردها در کوبانی نوشتند که یگانهای مدافع خلق یه پگه و متحدان آنان توانستند سه منطقه کوچک را که در کنترل نیروهای تروریستی دولت اسلامی بودند از تصرف آنان خارج کنند سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه با اسناد به گفته شاهدان عینی خبر مربوط به موفقیت نیروهای کرد در بخش غربی شهر کوبانی را تایید کرد. نسان گفت که آتش توبخانه پیش مرگه ها باعث شده که راه نیروهایی که میخواهند به شبه نظامیان دولت اسلامی به پیوندند بسته شود. هفته هاست که این گروه توریسی میکوشد شهر کوبانی را تصرف کند. در پایان هفته گذشته حدود 150 پیش مرگه کرد از اقلیم خودگردان کردستان در شمال عراق با سلاحهای سنگین وارد کوبانی شدند تا از مدافعان این شهر در جنگ علیه دولت اسلامی پشتیبانی کنند. همچنین آمریکا و متحدان عرب آنها چندیر بار موازه این گروه تروریستی را در کوبانی و اطراف این شهر بمباران کردند. به گفته انور مسلم رئیس دولت محلی کوبانی در حال حاضر سی درصد کوبانی در کنترل مدافعان این شهر است مسلم درخواست کرده است که حمایت بینالمللی در جنگ علیه های دولت اسلامی ادامه یابد و در رویداد دیگر هم گروه توریسی داعش خلیفه خودخوانده این گروه را برکنار کرد به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی الفرات سخنگوی داعش در پی انتشار خبرهایی درباره فرار ابو بکر البغدادی سرکرده این گروه بر کناری او را اعلام کرد ابو محمد العدنانی سخنگوی داعش در نوار صوتی که در پایگاه های انترنتی منتشر شده است بر کناری ابو بکر البغدادی بر اساس تصمیم مجلس مشورتی دولت اسلامی اعلام کرد الادلانی گفت مجلس شورای دولت اسلامی تصمیم گرفت یک خلیفه سعودی را جایگزین ابو بکر البغدادی بکند سخنگوی داعش نام خلیفه جدید این گروه را اعلام نکرد و افزود هر کسی در یاری رساندن به مؤمنان کوتاهی کند و از میدان جنگ فرار کند خلیفه نیست و بیعتی برگردن مجاهدان ندارد به خاطر نشان کرد ما بر اساس مقتضیات ضروری شرعی برای یاری رساندن به دین حنیف اسلام با امیر جدید به عنوان خلیفه مسلمانان بیعت کردیم و نام او بعدا اعلام خواهد شد ابو محمد العدنانی بیعت با خلیفه جدید را امر بزرگ و امانت سنگین توصیف کرد منابع ترکیه نزدیک به گروه داعش تایید کردند جمعه عواد البدری برادر ابو بکر البغدادی و علی الحمدونی دبیر داعش از اوایل این ماه ناپدید شده بودند به گفته این منابع ابو بکر البغدادی با همکاری چند بازرگان از کشورهای حاشیه خلیج فارس 300 میلیون دلار را برای سرمایه گذاری به خارج قاچاق کرده بود این منابع تاکید کردند البدری و الحمدونی به همراه حدود 20 میلیون دلار از اوایل ماه نوامبر ناپدید شدند یک عضو هیئت ازامی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به اصفهان با اشاره به تحقیقات این هیئت گفته بر اساس برداشت اولیه عامل اسید پاشی ها در این شهر تنها یک نفر بوده است و وی به زودی و راحت دستگیر می شود. مقامات جمهوری اسلامی اسید پاشی های اخیر در اصفهان را توطعه می دانند و به نظر می رسد این دستگیری نیز در راستای این پروژه باشد. عوض هیدرپور در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی گفته است طبق تحقیقات به عمل آمده دو فرضیه درباره عامل حادثه اسیدپاشی مطرح شده است نخست اینکه این فرد یک بیمار روانی بوده و یا اینکه فرد اسید پاش با هوشیاری و علم به جرم این اقدامات را انجام داده است به افسود است بر اساس برداشت اولیه عامل بروز این حادثه تنها یک نفر بوده و ادعای سازمان یافته بودن این حوادث اشتباه است با وجود عدم بازداشت عامل یا عوامل اسیدپاشی در اصفهان برخی مقامات جمهوری اسلامی در هفته های گذشته با قاطعیت فرضیه سازماندهی بودن اسیدپاشی های اصفهان را رد کرده و تاکید کردند این اقدامات توسط یک نفر انجام شده است محمد حسن ابو ترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز دهم آبان ماه گفته بود بررسی ها نشان می دهد اسید پاشی در اصفهان یک اقدام سازمانیافته تیمی نبوده و سوی فردی که ضدیت و معاندت با نظام اسلامی و ارزش اسلامی داشته انجام گرفته است. حسین زلفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور نیز سیوم مهرماه گفته بود اسید پاشای اسفهان توسط یک نفر انجام شده و به هیچ عنوان سازمان یافته و گروهی نبوده است سخنان مقامات جمهوری اسلامی در حالی بیان شده که ناصر جورکش پدر سایلا جورکش از قربانیان اسید پاشی اسفان در گفتگو با هفته تماشاگران که سوم آبان ماه منتشر شد با اشاره به دو حادثه اسید گفته است اسید پاشان دو موتور سوار بودند و یک پیکان سفید رنگ نیز به نوعی حالت مراقبت از آنان را بر عهده داشته است. عوض هیدرپور در ادامه سخنان خود تصریح کرده خوشبختانه سرنخهای بسیار خوبی از سوی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی به دست آمده و برداشت ما از این مدارک و شواهد این است که فرد خاطی به زودی و براحتی دستگیر شود. به گفته آقای حیدرپور، گزارش هیئت ازامی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به اصفهان در نشست روز یکشنبه هجدهم آبان این کمیسیون قرائت می شود. نماینده شهرزا در مجلس شورای اسلامی همچنین گفته است فضای عمومی شهر اصفهان به حالت عادی خود بازگشته است. حسین طلا نماینده تهران در مجلس نیز روز چهارشنبه گفته هیچ کدام از اسیدپاشه های اصفهان مربوط به امر به معروف و نهی منکر نبوده و به مسائل عشقی، کاری و شخصی افراد برمیگردد. وی مرتبط دانستن اسیدپاشه های اصفهان با امر به معروف و نهی از منکر را سازی برای انتخابات آینده مجلس دانست. در هفته گذشته تعدادی از مسئولان ایران نسبت به نحوه انعکاس اخبار اسیدپاشی در رسانهای ایران و همچنین مرتبط دانستن این حوادث با امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کردند. احمد رضا رادان رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی روز 11 همه آبان ماه گفته بود بزرگ نمایی بیش از حد پاشی های اصفهان بدتر از قضیه اسیدپاشی بوده و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفته است. صادق آمولی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ای ایران نیز چهارم آبان ما ضمن انتقاد از مرتبط دانستن اسید پاشی های اسفان با امر به معروف گفته بود برای برخی از رسانه های داخلی متاسفم که این کار را انجام میدند. همچنین برخی از ائمه جمعه در ایران اسید پاشی ها را توطعه دشمن برای تخریب طرح حمایت از آمران به معروف و نهیان از منکر خوانده و خواستار مجازات آملان اسید پاشی ها و همچنین رسانه هایی شده بودند که اسید پاشی ها را به طرح امر به معروف و نهی از منکر نسبت دادند. سردرگامی مقامات امنیتی ایران در پرونده اسید پاشی به زنان همچنان ادامه دارد. هفتم آبان ماه برخی رسانه ها در ایران عکس جعلی یک مرد با کراوات را منتشر و او را عامل اسید پاشی معرفی کردند سپس معلوم شد که عکس منتشر شده عکس یک استاد دانشگاه است پس از آن خبرگزاری فارس از بازداشت چند ضد انقلاب در اصفهان خبر داد هفته گذشته محمد عبدالملک المتوکل دبیر کل حزب لیبرال یمن در پی سو غستی در صنعا پایتخت این کشور کشته شد این سوء قصد در حالی است که پیش از این حادثه توافق بر سر دولت وحدت ملی در یمن به امضا رسیده بود خبرگزاری فرانسه گزارش داد که محمد عبدالملک المتوکل دبیر کل حزب لیبرال یمن با شلیک گلوله‌ای در سنا پایتخت کشته شد. دختر المتوکل به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفته است که روز دوم نوامبر یک موتورسوار مسلح به پدرش تیراندازی کرده و او را به قتل رسانده است گفته می شود که مهاجم پس از این سوء قصد متواری شده سوء به دبیر حزب لیبرال یمن در شرایطی انجام می شود که روز شنبه در سنا پایتخت یمن توافقنامه میان گروه های درگیر شیعه و سنی امضا شد و حزب لیبرال یمن نیز موافقت خود را با این توافقنامه اعلام کرده بود شورشان شیعه یمن و مخالفان سنی آنها روز شنبه دهم ده آبان ماه در صنعا پایتخت یمن توافقنامه را در این ارتباط در حضور جمال بن عمر نماینده ویژه سازمان ملل در یمن امضا کردند بر مبنای این توافقنامه عبدالرب منصور الهادی رئیس جمهوری یمن و خالد بها نخست وزیر این کشور مسئول تشکیل دولتی شدن که امکان اداره کشور را داشته باشد به این ترتیب گروه های مختلفی که تاکنون در یمن با یکدیگر میجنگیدند پس از اجرایی شدن این توافق نامه و تشکیل دولت وحدت ملی موظف هستند دولت مرکزی را پشتیبانی کنند عبدالعزیز چوباری یکی از اعضای حزب لیبرال یمن توافقنامه را تفاهمی میان گروه های مختلف کند که بر مبنای آن وزارتخانه های مختلف زیر نظر گروه با دیدگاه های مختلف اداره خواهند شد. شیعیان حوسی پس از اشغال صنعا پایتخت یمن استان ساحلی الهدیده در سواحل دریای سرخ را نیز به تصرف خود درآوردند. این استان به دلیل آنکه دارای دومین بندر بزرگ یمن است از اهمیت استراتژیک ای برخوردار است شیعیان خواستار دخالت بیشتر در امور سیاسی یمن هستند سنیهای یمن اما با حمایت نیروهای شبکه تروریستی القاعده تا مدتها کوشیدن بر شیعیان غالب آیند اما اقدامات آنها تاکنون بی‌نتیجه مانده و تنها به ادامه بحران در یمن منجر شده است یمن از سال 2012 میلادی پس از سقوط علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور 25 میلیون نفری با ناآرامی های دائمی روبرو در همین حال دولت آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تحریم علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن و دو رهبر از شورشان حوسی شد به گزارش خبرگزاری رویترز دولت آمریکا در این رابطه به شورای امنیت اعلام کرده که این سه نفر خطری برای برقراری صلح و ثبات در یمن هستند بر مبنای خاص آمریکا که روز 31 اکتبر به شورای امنیت سازمان ملل متحد تحویل داده شد آمریکا این سه را تهدیدی برای صلح و ثبات و تأمین دولت وحدت ملی دانسته و خواستار منع صدور ویزا به این افراد و مسدود شدن اموال آنها شده است برای اجرایی شدن تحریم علیه این سه نفر باید هر پانزده کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد با این رأی موافقت کنند به گفته یه وکیل قنچه قوامی پرونده این شهروند ایرانی بریتانیایی که در زندان اوین به سر میبرد بار دیگر به دادستانی فرستاده شده است محمود علیزاده تباتبایی پیشتر خبر داده بود خانوم قوامی به یک سال حبس محکوم شده است محمود علیزاده تباتبایی وکیل قنچه قوامی شهروند ایرانی بریتانیایی که از اوایل تیر ماه امسال در بازداشت به سر میبرد به خبرگزاری ایسنا گفت قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات موکلش با وجود صدور رأی پرونده را بار دیگر به دادستانی ارسال کرده است وی گفت هفته گذشته که من به دادگاه مراجعه کردم رئیس دادگاه حکم را که صادر و امضا شده و از مرحله تایپ برگشته بود به من نشان داد ولی روز گذشته که مراجعه کردم رئیس دادگاه گفت که پرونده را به دادستانی فرستاده ایم. به گفته وکیل قنچ قوامی در حکمی که قاضی پرونده پیشتر به وی نشان داده مجازات موکلش یک سال حبس در نظر گرفته شده است. محمود علیزاده تباتبایی پیش از این به خبرگزاری ایدنا گفته بود که این حکم هنوز به وی و موکلش ابلاغ نشده است. به گفته وکیل قنچه قوامی طبق قانون آینه دادرسی کیفری دادگاه موظف است پس از ختم رسیدگی با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه رأی خود را صادر کند مگر اینکه انشای رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت دادگاه در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می کند. با این همه در حالی که سه هفته از پایان جلسه رسیدگی به پرونده قنچه قوامی میگذرد دادگاه هنوز رأی خود را ابلاغ نکرده است محمود علیزاده تباتبایی اضافه کرد دادستانی نمیتواند کیفرخواست را تغییر دهد مگر اینکه اتهام و دلایل جدیدی داشته باشد که آن هم پرونده جدا خواهد بود یعنی نیازمند تفهیم اتهام انجام تحقیقات و تشکیل پرونده جدید است در همین راستا وزارت امور خارجه بریتانیا نیز نسبت به گزارش های منتشر شده در خصوص صدور حکم زندان برای قنچه قوامی شهروند ایرانی بریتانیایی ابراز نگرانی کرده است به گزارش خبرگزاری فرانسه وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیه ای اعلام کرده است ما نگران گزارش ها در خصوص صدور حکم دوازده ماه زندان برای قنچ قوامی به اتهام تبلیغ علیه نظام هستیم. وزارت امور خارجه بریتانیا در ادامه همچنین نسبت به نحوه پیگرد رایت دادرسی عادلانه و چگونگی درمان و رفتار با قنچ قوامی در زندان ابراز نگرانی کرده است. عفو بینون نیز از صدور حکم زندان برای قنچ قوامی انتقاد کرده و خواهان آزادی فوری وی شده است. کیت آلن یکی از مدیران اف بین‌الملل در بریتانیا گفته است این واقعا ناراحت کننده است که یک زن جوان زندانی شده چرا که به صورت مسالمت آمیز گفته است در ایران علیه زنان تبعیض می شود کیت آلن اضافه کرده است قنچه قوامی زندانی اندیشه است و مقام های ایران می بایست ضمن لغو این حکم وی را فورا آزاد کنند محاکمه قنچه قوامی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی روز 22 مهر به صورت غیر علنی در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد. قنچه قوامی که سیام خرداد امسال برای تماشای مسابقات والیبال به ورزشگاه 12 هزار نفری آزادی تهران رفته بود، به دلیل اعتراض به راه ندادن زنان به ورزشگاه از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و ساعاتی بعد آزاد شد او چند روز بعد برای پس گرفتن لوازم شخصی خود اقدام کرد که دوباره بازداشت شد دولت آلمان در مناقشه با بریتانیا بر سر سیاست مهاجرت در اتحادیه اروپا اعلام کرد که اصل آزادی رفت و آمد نیروهای کار در این اتحادیه برای آلمان قابل مذاکره نیست آلمان همزمان برای حل مشکلات مشترک آمادگی خود را اعلام کرد. اشتفن زیبرت، سخنگوی دولت آلمان در برلین اعلام کرد که نعمت والای آزادی در چارچوب اتحادیه اروپا برای آلمان قابل مذاکره نیست. وی همزمان افزود که بریتانیا باید روشن کند که در آینده میخواهد چه نقشی در اتحادیه اروپا داشته باشد. به گفته وی، دولت آلمان خواهان بریتانیایی فعال و متحد در اتحادیه اروپایی نیرومند است. در همین حال مجله آلمانی اشپیگل در گزارشی نوشته است که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بیم آن دارد که بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک کند. علت آن است که لندن در نظر دارد برای مهاجرت نیروهای انسانی از کشورهای اتحادیه اروپا به بریتانیا محدودیت قائل شود این امر نقض آشکار قوانین اساسی اتحادیه اروپا است جورج آزبورن وزیر دارایی بریتانیا بی به نگرانی هایی که در اتحادیه اروپا از این بابت وجود دارد گفت مردم بریتانیا خواستار آن هستند که این موضوع به بحث گذاشته شود در گزارش اشپیگل همچنین آمده است که طبق ارزیابی دفتر صدر اعظم و وزارت امور خارجه آلمان دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دارد کشور خود را در رابطه با عضویت در اتحادیه اروپا به سوی نقطه بی بازگشت میبرد. این سمتگیری باعث می شود که حتی دولت آلمان نیست که تا کنون خواهان حفظ بریتانیا در اتحادیه اروپا بود از ادامه چنین سیاستی منصرف شود. به گزارش اشپیگل دولت کامرون ظاهرا قصد دارد مهاجرت گروه های معینی از کشورهای اتحادیه اروپا به خاک بریتانیا را محدود سازد. این محدودیت شامل مهاجرانی خواهد شد که فقیرترند و از آموزش کمتری برخوردارند. این هم برای دولت آلمان پذیرفتنی نیست زیرا هر نوع محدودیتی برای مهاجرت در چارچوب اتحادیه اروپا آزادی های چهارگانه در این اتحادیه را زیر سوال می برند. این آزادی ها عبارتند از آزادی بیمرز تبادل کالا، خدمات، سرمایه و نیروی انسانی. بنابراین می توان گفت که دولت کمرون با نقشه خود برای محدودسازی امکان مهاجرت نیروی کار از کشورهای اتحادیه اروپا به بریتانیا عملا در حال عبور از خط قرمز است و برلین نیز با نگرانی شاهد این ماجرا برای دولت محافظه کار کمرون انتخابات پارلمانی ماه مه سال 2015 در بریتانیا بسیار مهم است. نظرسنجی ها حاکی از آن است که رقابت شانه به شانه میان محافظ کاران و حزب کارگر بریتانیا وجود دارد. ولی حساستر در این میان نقش حزب استقلال بریتانیا یوکیپ است که حزبی پوپولیستی و ضد اتحادیه اروپا است. نظرسنجی ها حاکی از آن است که این حزب بین 13 تا 19 درصد آرا را به خود اختصاص خواهد داد. دولت کمرون به طور فضاینده ای از طرف این حزب تحت فشار است. شعارهای پوپولیسی این حزب برای بخشی از محافظ کاران بریتانیا جذاب است. یوکیب خواهان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. کمرون آن دارد که بخشی از نیروهای محافظ کار به سمت این حزب گرایش پیدا کنند. او برای مقابله با چنین روندی وعده داده است که در صورت انتخاب دوباره مهاجرت نیروهای کار از اتحادیه اروپا به بریتانیا را محدود خواهد ساخت. طرح توسعه حرم شاه چراغ شیراز که اجرای آن از سال 89 آغاز شده بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری لغو و ادامه آن به بررسی بیشتر و دقیقتر جزئیات طرح منوط شد نماینده علی خامنه ای در استان فارس گفت که این کار نادرست و غلط بوده نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به لغو طرح توسعه حرم شاهچراغ از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی میگوید این کار نادرست و غلط بوده و شورای عالی معماری و شهرسازی باید در مقابل اقدام خود پاسخگو باشد پس از تخریب حدود ده خانه تاریخی با ارزش جهانی در شیراز در روزهای پایانی شهریور ماه با هدف توسعه حرم امامزاده شاه شورای عالی معماری و شهرسازی مصوبه سابق خود متعلق به سال 89 را لغو کرد اما اسدالله ایمانی نماینده ولی فقی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه توطعی برای جلوگیری از توسعه حرم شاه چراغ در کار است گفته که به موقع به افشای این توطعه میپردازد و از نظر او مصوبه قبل به قوت خود باقی است به گفته او در صورتی که مسئولان استانی در زمینه لغو توسعه حرم شاه چراغ دخالتی داشته باشند باید پاسخگو باشند شورای عالی معماری و شهرسازی روز شنبه دهم آبان ماه اعلام کرد با توجه به ارائه نشدن نقشه ها و اسناد تکمیلی و شروط مصوبه سال 89 این شورا درباره توسعه حرم احمد ابن موسی یا همان شاه چرا مصوبه مذکور ملغا می شود رسانای ایران روز پنجشنبه 27 شهریور ماه از تخریب حدود ده خانه تاریخی با ارزش و منحصر به فرد جهانی در راستای طرحی برای توسعه حرم امامزاده شاه چراغ در شیراز خبر دادند. به دنبال این رخ داد معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران در پنج نامی جداگانه به دفتر رهبر جمهوری اسلامی وزیر کشور دادستان کل کشور استاندار فارس و تولیت آستان شاه چراغ خواستار توقف روند تخریب بافت تاریخی شیراز شد اما این تقاضا به جایی نرسید به گزارش رسانه های ایران این خانه ها در راستای طرح با عنوان بین الحرمین که قرار است دو امامزاده شاه و علایدین حسین در شیراز را به هم وصل کنند تخریب شدند. محل دفن احمد برادر علی ابن موسر رضا امام هشتم شیعیان مشهور به شاه یکی از زیارتگاه شیعیان است. محل دفن سید علای حسین فرزند امام هفتم شیعیان نیز از دیگر اماکن زیارتی شیعیان در شیراز است. در مسیر میان این دو ممزاد در جنوب شرقی شیراز که مسافت یک کیلومتری است یک پروژه عمرانی 57 هکتاری در حال اجراست به گزارش خبرگزاریهای های ایران مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی در حالی تصویب شد که علی رضا گلگلی دبیر انجمن معماران ایران روز 27 شهریور گفته بود که از سال 73 تا کنون تخریب های بسیاری با هدف ایجاد بین در شهر شیراز صورت گرفته است پس از تخریب این خانه های تاریخی در شیراز شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه چهاردهم مهرماه خود تصویب کرد طرح تفصیلی بافت تاریخی شهر شیراز پس از گذراندن مراحل استانی در مدت دو ماه در کمیته تخصصی شورای عالی شهرسازی بررسی شده و در دستور کار این شورا قرار گرفته است ممنونم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه ما نظر بدید تا هفته دیگر بدرود